تلبیس قزوینی در نقل از ابن ابی عاصم رحمه الله. از اون بالاتر در کتاب سنی ابن ابی عاصم همین تعبیر آمده که پیغمبر اکرم فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، تو خلیفه من هستی در تمام مؤمنین بعد از من. از این واضح تر خب پیغمبر به چه بیانی حرف بزنه؟ به چه بیانی خلافت امیر المؤمنین رو بیان کنه؟ خب بفرماد کتاب سنی آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 تقریبا معاصر برای شما عرض کنم ابو داوود است و ابن ماجه هست و با تقریبا نزدیک 30 بعد از بخاری مسلم از دنیا رفته. با این تعبیر چقدر تعبیر زیباست، چقدر تعبیر رساست. یا علی و انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، تمام مؤمنین بعد از من تو خلیفش هستی. آنچه این آخوند به زبان آورد بخشی از روایتی است که مشهور به حدیث منزلت است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام سفر به غزوه تبوک علی رضی الله عنه را به عنوان جانشین خود در مدینه منوره انتخاب نمودند و بعد از آن که منافقین علی رضی الله عنه را به علت عدم مشارکت در تبوک مورد طعن قرار دادند، ایشان گریه کنان نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و تقاضا نمودند که ایشان را هم با خود به تبوک ببرند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای آرام کردن دل ایشان فرمودند ای علی، جایگاه تو نزد من مانند جایگاه هارون نزد موسی علیه السلام است و بعد از رفتن من تو خلیفه و جانشین من بر تمام مؤمنانی هستی که در مدینه باقی میمانند. اما آخوند قزوینی مرتکب تلبیس شده و قسمت اول حدیث را نقل نمی کند تا گمان برده شود که منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده است که تو خلیفه و جانشین من بر تمام مؤمنان بعد از رحلت من هستی. ابن ابی عاصم رحمه الله در کتاب السنه دوبار این حدیث را روایت می کند که ما هر دو روایت را به شکل کامل می آوریم تا تلبیس آقای قزوینی آشکار گردد. در جلد 2 صفحه 565 روایت 1188 چنین روایت شده است عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انك لست نبيا انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه فرمودند جایگاه تو نزد من همانند جایگاه هارون نزد موسی است، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی. مناسب نیست که من از مدینه بیرون شوم مگر اینکه تو خلیفه من باشی بر تمام مؤمنین بعد از من. و در جلد 2 صفحه 603 چنین روایت شده است وخرج الناس في غزوة تبوك فقال علي أخرج معك؟ قال لا. قال فبكى. قال أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. مردم برای غزوة تبوك از مدينة خارج شدند، پس علي رضي الله عنه فرمود من هم با شما ره سپار می شوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه. راوی فرمود پس علی رضی الله عنه به گریه پرداخت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا نمیپسندی که جایگاه تو نزد من همانند جایگاه هارون نزد موسی بوده باشد؟ جز این که تو پیغمبر نیستی و تو جانشین من هستی بر تمام مسلمان هایی که پشت سر من باقی میمانند. معنا و مفهوم این دو روایت چنان واضح و آشکار است که جایی هیچ توجیهی را باقی نمی گذارد. این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هرچه شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن، برای شعور مردم
احترام بگذارید. ببینید اینها دیگه نهایت استحصال اینهاست، نهایت بیچارگی اینهاست، یعنی این دیگه احتیاجی به جواب نداره.